به نام خدا شاگرده عزیز سلام خوب هستین به خیر هستین جور و سعدمند باشین شاگرده عزیز به برنامه مکتب هادی بسیار زیاد خوش آمدیم شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه میخوانیم درست است؟ مضمون ریاضی سنف هشتم و فصل چندم میشیم فصل هشتم میشیم درست است فصل هشتم عنوان در فصل ما و شما چی است معادلات و درس دوم امروز ما و شما به خیر میخونیم اما عنوانی که ما و شما در درس امروز با هم دیگه میخونیم چی است دو تا عنوان را باید ما و شما بخونیم اول چی رو میخونیم های تفریق و عملیات های ضرب و تقسیم در معادله را میخونیم است؟ و بعد از او معادله عمومی یک مجهوله یا یک متحوله درجه اول با هم دیگه درست است اگر یادتان باشد درس گذشته ما و شما چی رو خواندیم عملیه های جمع و تفریق در این معادلات خواندیم حال امروز پس چی رو بخوانیم او رو یک آداوه نمی اول یادت بیایه و بعد از اون چی می خوانیم عملیه های ضرب و تقسیم می و در آخر هم معادلات عمومی یک مچوله درجه اول یا درجه یک با هم دیگه می درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز قرار بود که شما کارخانگی با ما روان کنید از طریق چی از طریق واتساب. نمبرش هم دو سفر 780 255 40 13 عزیز با ما همراه باشید شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است دو تا عنوان رو گفتیم باید با هم دیگه بخوانیم درست است عنوان اول چی بود عملیه های ضرب و تقسیم در معادلات اگر یادتان باشد در درس گذشته ما و شما چی رو خواندیم عملیه های جمع و تفریق گفتیم اگر یک مساوی ما و شما داشته باشیم میتونیم به اطراف از اون مساوی چی کنیم یک عدد جمع کنیم یا یک عدد تفریق کنیم فرق نمی کنه و اون مساوی باز چی است برقرار است اما در رابطه با ضرب و تقسیم چی قسم میشه پس من سر تخته نوشتم میکنم شاگرد عزیز های ضرب و تقسیم در معادلات خب دقت کنید شکر عزیز درس گذشته یا باش گفتیم دیگه نه ما شما اگر یک معادله داشته باشیم این رو بخوایم کار کنه و حل کنیم صحیح به عنوان مثال x جمع دو مساوی است با پنج گفت نیروی چرا هم کار میکنیم یا تا نفت گفتیم ما و شما باید یعنی دور خلاص کنیم یعنی ایکس تنا شوه ایکس را تنا کنیم که ببینیم جواب چند میشه صحیح است خب یعنی دور باید خلاص کنیم گفت ما میتونیم یک ما یک مساوی است یک معادله است دیگه نه با اطراف معادله میتونیم عدد منفی دو را چه کنیم اضافه کنیم یا یا بگیم منفی دو بسازیم صحیح است بهشک میشه پس ما به هر دو طرف میتونیم منفی دو را اضافه کنیم و اشتباه کنیم که شاگرد از دقت کنه اشتباه کنیم ایکس جمع دو منفی دو صحیح دو برابر نشتا میکنیم 5 منفی دو و دو طرف منفی دو رو نویشته کردیم یک قانون بود دیگه گفتم ای چی هست اینو میتون مشکل پیش نمیایه خب سه حال چی میشه اختصار کنین دو مثبت با دو منفی خلاص میشه صفر میشه دی فقط میمونه ایکس مساوی است با پنج منفی دو هم چی میشه پنج علامه نداره علامش مثبت است دو منفی است هم علامه نیستند از هم کم میشه میشه سه مثبت پس x مساوی شد با سه مثبت یعنی جواب معادله ما شما کشیده اگر به جای x معدد 3 رو وضع کنم جمع دو چند میشه پنج میشه پس جواب از معادله رو کشیده این درس گذشته ما شما بود اما عملیات های ضرب و تقسیم در معادلات اگر ما شما چی داشته باشیم یک مساوی داشته باشیم ما میتونیم به اطراف از او جمع گفتیم که جمع و منفی میتونیم بکنیم مشکل نیست اما در ضرب چی رقم ضرب میشه یک مساوی داشته باشیم میتونیم بر دو طرف ضرب کنیم اگر ضرب کنیم بگیم بله هر طرف میتونیم در یک عدد ضرب کنیم فرق نمیکنه در تقسیم چطور در تقسیم هم میتونیم فقط شاگرد از دقت کنید فقط در تقسیم که ما شما اطراف تقسیم میکنیم باید عدد ما شما خلاف صفر باشد چون اگر صفر باشد چی میشه جواب نداره تعریف نشده میشه به عنوان مثال ما شما این یک این نکته ذهن خود داشته باش شاگرد عزیز اگر یک عدد تقسیم بر صفر شود در ریاضیات تعریف نمیشه یعنی جواب نداره صحیح به عنوان مثال 5 تقسیم بر صفر که اینو میتونیم به شک نوشته کنیم پنج بر صفر گفتم خط کسری اما چی است امو تقسیم است پس پنج تقسیم بر صفر اینو چی نوشته میکنه میشه تعریف نشده ت نون که نوشته کردم یعنی تعریف نشده در ریاضیات ما و شما کسر را... کس و کسرای ما شما مخرج صفر شده نمیتونه صحیح است ایاتون باشه پس با او خاطر ما شما اطراف یک نام... یک مساوات تقسیم بر عدد صفر نمیتونیم بر هر عدد دیگه میتونه مشکل نیست صحیح است ده ضرب مشکل نداره شما اطراف ده صفر ضرب مشکل نیست پس در ضرب میتونیم اطراف مساوی در یک عدد دلخواه ضرب کنیم اما در تقسیم هم دلخواه فقط صفر نباشه پس این نکته رو نوشتن میکنیم پس نکته چی است در معادلات با مایر پاک کنم شکر در عزیز نکته به این شکل است نوشتن میکنیم اطراف یک مساوی را یک مساوی یا تساوی را سعیست میتوان در یک عدد دلخواه چی کرد؟ شاگرده عزیز ضرب کنیم سعیست؟ و در رابطه با تقسیم چه میتونیم بگیم؟ باز میتونیم بگیم میتونیم تقسیم کنیم فقط و عدد باید خلاف صفر باشد نکته دو اطراف یک مساوی را میتوان بر یک عدد غیر صفر بر یک عدد خلاف صفر یا غیر صفر سعیست؟ تقسیم کرد فیس پس دقت کن شکرد عزیز دو نکته داریم نکته یک چی گفتیم اطراف یک مساوی را میتوان در یک عدد دلخواست ضرب کن و عدد دلخواست ولی دقت کن شکرد عزیز گفتیم اطراف یعنی دو طرف در یک عدد ضرب کن یک طرف در دو ضرب کن یک طرف در سه غلط میشه فیس این طرف در دو ضرب کن دو طرف دیگه باید در دو ضرب شه این طرف در پنج ضرب کن دو طرف دیگه باید در پنج ضرب شه ای میتونیم و در تقسیم ما میشه فقط گفتیم که اطراف یک مساوی رو میتوان بر یک عدد غیر صفر تقسیم کرد شکر دارید دقت کنید این غیر صفرش بسیار مهم است در تقسیم خب حال مثال کار میکنیم مثال از این نکته ما میتونیم در چی کنیم عزیز در دا معادلات نکته از این نکته استفاده کنیم و سوال کار کنیم به عنوان مثال دقت کنید به عنوان مثال ما شما داریم 3x مساوی است با 15 این بین سه و ایکس هیچ علامه نیست چه علامه است؟ عملیه ضرب است صافری قبلا گفتم دیگه بین عدد و متحول یا ایکس یا مو چی؟ حروف انگلیسی دیگه نه؟ همون رو گفتم متحول بین عدد و متحول یا حروف انگلیسی هیچ علامه نباشد عملیه ضرب است فکر تان باشه پس حالی چی است؟ سه ضرب داریست که مسایی سه با پانزه بجای چه عدد وز کنیم ضرب داریست سه شبه پانزه؟ چ سه ضرب در چند پانزده میشه سه ضرب در 5 پانزده میشه آفرین پس به جای ما بود پنج واسه کنیم جواب پنج است اما گفتیم این روش است روش حد زدن است ما و شما حد بزنیم روش خوبی نیست گفتیم ما از این نکات میخوایم استفاده کنیم اگر درس گذشته یادتان باشد و یک راه و روش برای حل معادلات چه جور کنیم و از استفاده کنیم صحیح است خب پسیر ما فعلا دیر که ما حد بزنیم که پنج میشه ولی از این نکته اگر استفاده کنم ما باید ایکس تنها بسازم یعنی این سر باید خلاص کنم این سر چرا هم خلاص میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید این با درس قبلی از پیشون گرد نشه درس قبلی به شک بود ما به عنوان مثال داشتیم x جمع 3 مساوی است با 15 به عنوان مثال صحیح است یعنی سر خلاص میکنیم چرا قبل یعنی علامه بینش جمع است مثبت است ما به اطراف یک منفی 3 اضافه میکردیم صحیح است به شک نوشته میکردیم x جمع 3 منفی 3 دو برام 15 منفی 3 که این مثبت سه با منفی خلاص میکرد و چی میشد 15 منفی سه هم 12 میشد x سه با 12 اما این سه چی است ای این سه ضرب در x شده است این با این فرق میکنه ده اطراف منفیسه اضافه میکرد اما یکی ضرب است باید از این نکات استفاده کنیم اگه ضرب بود تو باید از تقسیم استفاده کنیم تقسیم بر چند فر تقسیم بر چند از بین میبره باید تقسیم بر سه بسازیم بر خودش همین ضریب اگه سه بود تقسیم بر سه پنج بود تقسیم بر 5 ده بود تقسیم بر ده هر چی عددی که در یک ضرب شده بود اما بود شما تقسیم بر همو باید سازی پس من اطراف تقسیم بر چند میکنم شاگرد عزیز تقسیم بر سه خب سه غیر صفر است بله سه صفر نیست دیگه پس میتونیم کار بکنیم پس من اطراف تقسیم بر سه میسازم شاگرد عزیز دقت کنید پس سه خودش نوشتم میکنم تقسیم بر چند تقسیم بر سه دیگه برم تقسیم بر اطراف بر خب این سه با سه خلاص پس ایکس میمونه و دو برم پانزه تقسیم بر سه پنج میشه سیست پس جواب ما و شما چند شد؟ پنج شد پس این نکته بسیار نکته خوبی است با شما اگر به چنین معادلات برخورده سیست ما اطراف تقسیم بر ذریب ایکس امی عددی که در ایکس ضرب شده باشد برمی میگیم ذریب ایکس تقسیم بر ذریب میکنیم یک تا مثال دیگه کار کنیم شکرد عزیز با اندان مثال ما و شما دادم منفی دو ایکس مساوی است با شانزده گفته ایره کار کو ما باید ایکس تنها بسازیم یعنی منفی دو رو خلاص کنیم اطراف تقسیم بر چند شاگرد عزیز اطراف تقسیم بر منفی دو آفرین امی ضریب x هر چی است تقسیم بر منفی دو پس ما اطراف تقسیم بر منفی دو می پس ما خود سوال یک بار دیگه نوشته می کنم نوشته منفی دو x. منفی دو x. مساوی است با 16 آلی اطراف تقسیم بر منفی دو تقسیم بر منفی دو یعنی منفی دو با منفی دو خلاص پس x میمانه از این بر صحیح شاگرد عزیز ایکس منظور از ایکس میمانه ده پشت از ایکس عدد چند است عدد نداره عدد یک است دیگه این دو خلاص میشه دیم یک میمونه دیم یک میمانه به شکل است یک یک باز یک تقسیم بر یک است که یک ما شما نوشته نمیکنه معمولا در پشت x یک تعداد یک داریم صحیح است به خاطر میگیم خلاص میشه فهم نشه رقم شد دیگه نه؟ خب حالا چی میشه x می یک x 16 بر دو میشه اشت. اما 16 علامه نیست مثبت است دو مثبت در منفی منفی پس جواب ما و شما چند شد منفی 8 یعنی x بجای x اگر ما منفی 8 را کنیم جواب واقعی برقرار میشه جواب ما و شما با منفی 8 بود منفی 2 ضرب در در علامه اچ عملی نیست عملی ضرب است منفی 2 ضرب در منفی 8 2 8 16 منفی در منفی تام مثبت 16 صحیح است پس شاگرد عزیز و گرامی فهمیدیم چی رقم شد دیگه نه عملیه های ضرب و تقسیم در معادلات گفتیم ما میتونیم اطراف یک معادله رو در چی یک عدد ضرب کنیم و اگر دلخوا و در تقسیم هم گفتیم عدد باید چی باشد خلاف صفر یا غیر صفر باشد درست است شاگرد عزیز فهمیدیم چه رقم شد دیگه نه؟ خب شاگرد عزیز و گرامی خب پس عنوان اولمو شما خوندیم عملی های ضرب و تقسیم در معادلات اما عنوان دوم شما چی است معادله عمومی یک مجهوله درجه یک یا یک متحول هم برش میگه یا معادلات خطی هم برش گفته میشه صحیح چون توان ایکس شما چی است یک است درجه رو میفهمیم درجه چی بود درجه بلندترین توان متحول برش میگفتیم درجه درست است خب شاگرد عزیز اگر باز یادتان باشد ما و شما درس گذشته چی خواندیم گفتیم در عملیه های جمع و تفریق میتونیم اطراف یک مساوات جمع کنیم یا تفریق کنیم در عالی هم چی خواندیم ضرب و تقسیم خواندیم عالی هر رو با همدیگه چی میکنیم ترکیب میکنیم و سوال کار میکنیم که میشه چی معادله عمومی یک مچوله درجه یک یا درجه اول درست است پس میریم سر تخته و عنوان دومم میخوانیم چند سوالم کار میکنیم پس میریم سر تخته خب شاگرد عزیز و گرامی پس عنوان دوم درس امروز ما شما چی است؟ معادله عمومی درجه اول یک مجهوله یا یک متحوله یا معادلات خطی هم برو گفته میشه. صحیح پس من نوشتم میکنم. معادله درجه اول یک متحوله یا یک مجهوله. پس معادله درجه اول یک متحوله یا یک مجهوله فرق نمیکنه. یک مجهوله. و معنا چی درجه را که گفته بودیم درجه یعنی بلندترین توان متحول ما و شما چند باید باشد درجه اول یعنی یک باشد درجه ما و شما این توان ایکس ما و شما دو باشد و میشه درجه دوم که رو بخیر در های بعد میخوانیم صحیح است پس فعلا در صنف ما و شما فقط درجه اول میخوانیم و یک مت یک مجهول است یک متحول است یعنی فقط ایکس داریم x و وای نمیتونیم در دا معادله داشته باشیم سیست؟ که باز اگر x و y داشته باشیم او را باز در درس بعدی ما و شما سورو فعلا درس ما و شما چیست؟ خب چی هست؟ معادله درجه اوله یک مجهوله خب چه رقم کار میکنیم با عنوان مثال دقت کنید شکر عزیز من مثال برد میزنم مثال و ما و شما داده 2x جمع 3 مساوی با مثلا چند 17 2x 3 با 17 معادله کار کن میبینیم که این چی این ترکیب از درسای گذشته که ما شما خواندیم هم عمل جمع دارد هم ضرب دارد صحیح پس ما باید چی کنیم باید ایکس تنها بسازیم تا معادله حل شود. گفتیم یک راه چی حد زدن است به جای ایکس چی عدد بانم ضرب در, در دو شود، جمع سه شوه عبد شوه شاید بتونی حد بزنی ولی گفتیم بعضی معادلات باز بسیار سخت میشه با خاطر ما یک روش جور کردیم درست است گفتیم که ما میتونیم به اطراف یک عدد مثبت و منفی اضافه کنیم و میتونیم اطراف تقسیم کنیم یا ضرب بر میکنیم مشکلی نیست خب شاگرد عزیز پس ما اول باید یک تنها بسازم ما اگر بخوام یک سی تنها بسازم دقت کنید اول باید از, ش... از چی ش... یعنی سر مثبت سر خلاص کنم بعد این دو ضریب دورم. صحیح پس اول دور خلاص نمیکنیم اول یعنی مثبت یا منفی خلاص میکنیم و بعد ضریب خلاص میکنیم درست است خب این مثبت سر را چی خلاص میکنه منفی سه پس با اطراف من میتونم یک تا منفی سه اضافه بسازم پس میتونم به شکل کنم شاگرد عزیز پس میتونم نوشته کنم 2x جمع 3 منفی 3 ده رو برام چی میکنیم میشه ابده منفی 3 فهمیدی چرا خم شد به اطراف با دو طرف یک تا منفی سه اضافه کردیم مثبت سه با منفی خلاص صفر میشه پس میشه دو x تا بعد دو x میمونه مساوی است با دو برام ابده منفی چند میشه ابده مثبت سه منفی سه هم علامه نیستن از هست. هم کم میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه چند 14 مثبت باید چی کنیم؟ باید دو دو رو خلاص کنیم تقسیم بر چند میکنیم؟ تقسیم بر آفرین تقسیم بر خودش تقسیم بر دو اطراف تقسیم بر دو میسازیم تقسیم بر دو خب دو با دو خلاص میشه یک که نوشته نمیکنیم پس ایکس میمانه دو برم چارده تقسیم بر دو میشه افت مثبت سه است پس ایکس باید چند باید بانیم؟ هفت باید بانیم خب چک کنیم با جای ایکس هفته بان دوی زب در هفت باید باید خب ده ده با یک شکل دقت کنیم شکل چک میکنم یک بار چک کنیم میشه دو دو زب در هفت جمع سه چند میشه؟ دو هفته میشه چند؟, چند؟ چارده 14 جمع میشه عبد دقیقاً همون چیز امو عدد شد پس ما معادله را صحیح کار کردیم جوابش کشیدیم هفت مثبت درست است پس معادله درجه اول یک مجهول منظورشی است که ما و شما یک معادله داریم توان یک ما و شما یک است درست است و دیگه فقط یک تو داره مثلا ایکس داریم یا وای داریم یا ا داریم یا بی از هر کدام باشه فرق نمیکنه فقط یکش باشه خب مثال دیگر کار میکنیم شاید عزیز این فرمول دیگه نه بسیار آسان است مثال دیگه منفی چار اکس جمع یک مساوی است با پنج سایست این رو گفته کار کنید خب کار میکنه مشکل نیست اول باید چی خلاص کنیم؟ اول باید این مثبت یک خلاص کنیم خب شاگردی عزیز اگر درس گذشیاتان باشد گفته ما میتونیم با اطراف منفی سه اضافه کنیم سوال گفته منفی سه اضافه میکنیم مثل از از گفتیم این مرحله در ذهن خود نوشته نمیکنیم گفته مثل از از که ما این مثبت سه را گفتیم انتقال میدیم میبریم دو بر این مثبت سه را ما و شما اگر انتقال بین او بر ببریم چی میشه اما منفی میشه پس به این شکلم خیلی از مدیدم خیلی از صدا به این شکلم میگه که اینی مثبت یک ما باید انتقال بدیم دو بر و وقتی دو بر انتقال میدیم علامه میشه تبدیل میشه م... یعنی مثبت است تبدیل به منفی میشه یا به اون شکل میگیم یا میگیم به اطراف یک تا منفی یک اضافه میکنیم صحیح است هر کدومش بگیم فرق, فرق نمیکنه خیر خب از رو از روش دوم کار میکنیم میگیم یعنی منفی که ما شما باید انتقال بدیم دو بر چون میخوایم خلاصش کنیم دیگه از بین ببریم با صحیح است ایکس تنها باید بسازیم خب مثبت یک دو انتقال بدیم تبدیل به میشه منفی یک پس تبدیل میشه به این شکل منفی 4x مساوی است با 5 دو مثبت یک دی میشه منفی یک صحیح خب چی میکنیم 5 منفی اگه حساب کنیم چند نشه؟ این منفی 4 خودش 5 منفی 5 مثبت یک منفی است از هم کم میشه 4 علامه عدد بزرگتر حالی اطراف تقسیم بر 4 تقسیم بر چند چا عزیز تقسیم بر 4 نه تقسیم بر منفی 4 ضریب x x هر چی باشه ضریبش الی دو برش کار نداریم ده x کار داریم ضریب x ما شما چند است ضریب x ما شما منفی 4 است پس اطراف تقسیم بر منفی باید بسازیم. تقسیم بر منفی چار تقسیم بر منفی چار شاگرد عزیز من دیدم باز بعضی از شاگردا می چی میکنه این تقسیم بر منفی او بر تقسیم بر چار میکنه غلط است شما تقسیم بر یک عدد باید بسازی هر دو طرفه صحیح است امی ذریب یک سرچ بود تقسیم یک ده. او بر با, با تقسیم کنیم خب حالا اختصار کنید این منفی چار که منفی چار خلاص میشه ایکس میمونه و مساوی با چار تقسیم بر چار میشه یک نداره مثبت است مثبت در منفی هم. میشه منفی پس شد منفی یک از ما و شما جواب تانستیم دریافت کنیم چند شد جواب ما و شما شد منفی یک یعنی منفی یک اگر وضع کنیم مساوی برقرار میشه منفی یک وضع کنید منفی 4 ضرب در منفی یک میشه 4 1 4 منفی در منفی مثبت 4 با مثبت یک میشه 5 مساوی میشه با 5 پس معادل رو تانستیم کار کنه درست است خب شاگرد عزیز یک نکته دیگه هم داریم یک نکته بسیار مهم نکته چی است نکته ای است که وقتی شما معادلات کار میکنید باید زیر هم نوشته اگر پیش هم نوشته کنی ممکن است پیشت غلط شوه پس بهتر است معادلات زیر هم نوشته کنی سیست؟ با او خاطر آسان تر میتونی جواب دریافت کنی خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم دو تا معادله کمی مشکل تر کار میکنیم که بفهمیم اگر معادلات کمی مشکل تر هم باشه ما شما میتونیم را جوابش دریافت کنیم درست است پس تختره پاک میکنم شاگرد عزیز همراه ما باشید خب شاگرد عزیز و گرامی دو مثال دیگه میخوایم کار کنیم دو مثالی که بسیار مهم است و کارخانگی و در سوال امتحان هم به این شکل میایه درست است پس من نوشتم میکنم مثال خب مثال ما کمی فرق میکنه دقت کنید شاگرد عزیز با اون مثال با ما شما داده دو ایکس منفی 3 مساوی است با 5x مثبت 5x مثبت 6 من ایکس نوشتم نکردم 5x مثبت 6 یعنی در هردو دو طرف چی مساوات ما و شما x داریم اگر یک طرف بود خواسان بود سوال قبل کار کردیم نه با x تنها می ساختیم و جواب دریافت میشد اما در هر دو طرف ایکس است خب اینی هم 5 ایکس است اینی هم 2 است پس دای دای معادلات که هر دو طرف x داره ما و شما باید x ها در یک طرف انتقال بدیم عددا رو در دیگر طرف چون x با x اختصار میشه عدد با عدد اختصار میشه صحیح اگر یادتان باشد یک حدای حد دایم متشابه در سال قبلی ما و شما نه یعنی 5 باید با این 2x اختصار شود ولی او دو بر است پس ما 5 در این بر انتقال میدم اما این منفی سر دو بر انتقال میدم این نکته یاتون باشد گفتم یک عدد یا افاده را انتقال بدیم چی میشه علامش تبدیل میشه مثبت باشه منفی میشه منفی باشد مثبت میشه پس ما چی میکنیم شاگرد عزیز یعنی 5 در این بر انتقال بدیم علامش علام 5 چی است مثبت در انتقال بدیم میشه منفی 5x پس من به شکل میکنم یعنی 2x خودش 5 هم داریم انتقال بدیم میشه منفی 5 x این مثبت سر دو بر عالی مساوی رو میمونم اینی شش هم خودش نوشته میکنم شش مثبت اینی منفی سر دو بر انتقال بدیم میشه مثبت سه علامات تبدیل میشه پس x ها رو باید یک طرف کنیم و عدد ها دیگه طرف درست است چون یا با هم اختصار میشه یا با هم اختصار میشه خب حالا اختصار کنید دو x مثبت علامه نداره مثبت است 5 x علامه چی است منفی است دو x مثبت و 5 x منفی هم علامه نیستند متشابه اند میتونیم اختصار کنیم بله متشابه چون در دوش قسمت متعادل x است پس یک از x ها نوشتن می کنم دو مثبت با 5 منفی هم علامه نیستند از هم کم میشه میشه 3 منفی آفرین پس منفی 3 x مساوی است دو بر 6 جمع 3 چند میشه 6 جمع 3 هم علامه هستند میشه چی نوع مثبت 9 مثبت خب خلاص حال اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر ضریب x ضریب x چند است منفی 3 پس ما اطراف تقسیم بر منفی 3 میسازم منفی 3 تقسیم بر منفی 3 یعنی منفی 3 که منفی 3 خلاص اختصار میشه و x مساوی میشه با نوع تقسیم بر 3 میشه 3 و مثبت در منفی تام میشه منفی درست است پس به شک ما و شما x x باید چند بانیم x باید منفی 3 بانیم تا چی شوه این مساوی برقرار شوه پس یک چیکش کنیم منفی 3 بان مگر منفی 3 بانو میشه 2 ضرب در منفی 3 منفی سه در خود سوال بجای ایکسش منفی سه مانده میدید منفی سه که خودش هست در اوبر میشه پنج زبدر منفی سه جمع شش سعیست؟ خب چی کنین اختصار کنید چند میشه؟ دو سید میشه شش مثبت در منفی منفی شش منفی شش با منفی سه هم علام هستن. میشه منفی نو سعیست؟ در اوبر چی میشه؟ پنج سید میشه منفی پانزده منفی 15 با مثبت شش هم علامه نیستن از هم کم میشه میشه 9 علامه عدد بزرگتر دو هم میشه منفی و منفی 9 با منفی 9 برابر است پس جواب ما و شما چند است اما منفی درست است پس منفی 3 جواب تا بکشیم چرا خمش شد چقدر عزیز پس به این صورت است اگر دو طرف ما و شما ایکس داشته باشیم ایکس با یک طرف انتقال بدیم و عدد دیگر طرف خب مثال دومی که میخوایم کار کنیم مثال دوم با ما شما سوال بتا. دقت کنید دو ضرب در دا. قوسی که باز میکنیم بین پشت بین دو و قوس هج علامه نیست علامه چی است علامه ضرب سی رو میفهمیم ضرب داره سی ایکس منفی یک مساوی است با شش این رو گفته کار کنید چقدر عزیز سایست باند با مساوی با شش سی است با میره مساوی با سایست همون شش خوب است این رو کار میکنیم فقط دقت کن شوگرد عزیز ای از چی از ضرب یک حد در چند حد است که در سوی گذشته ما و شماست یعنی دو که در پشت است بین شش یا علامت نیست علامت ضرب است پس اینو باید اول ما هم در اول ضرب کنیم هم در دوم ضرب کنیم صحیح است ضرب کردیم بعد تبدیل به چی میشه معادله میشه باز میتونیم کار کنیم پس اول ضرب کنیم دو ضرب در 3 چی میشه دو سه میشه شش ایکس. شش. ایکس. باز دو ضرب در یک میشه دو یک دو یا علامت ندارد مثبت است این منفی است مثبت در منفی منفی دو و مساوی است با 6 حالا یک معادله شد بسیار آسان میتونیم کار کنیم خب کار کنید منفی دو رو دوام انتقال میدیم چون یک باید تنها بسازیم دیگه منفی دو رو انتقال بدیم میشه مثبت دو پس میشه 6x شش 6x شش مساوی است با 6 هم خودش یعنی منفی دو به دی انتقال داده شده میشه مثبت دو پس حال اختصارش میکنیم 6x ما و شما چند میشه 6x مساوی است با 6 مثبت 2 میشه 8 حالی اطراف تقسیم بر چند شاگرد عزیز تقسیم بر 6 باید بسازی به x آفرین تقسیم بر 6 میکنیم دیگه برم تقسیم بر 6 یعنی 6 ات 6 خلاص پس x مساوی است باب 8 تقسیم بر 6 خب جواب نداره خب مشکل نیست اختصار میکنیم تا جای اختصار شو میکنیم نشد در مشکل کسری میمانیم 8 تقسیم بر 6 به چند اختصار میشه به دو و دو اگه اختصار کنیم یعنی 8 میشه 4 و 6 تا میشه 3 پس جواب چند شد کسری شد مشکل نیست کسری باشد x شما چند نشد؟ چهار بر سه درست است؟ پس شاگرد عزیز فکرتان باشد اگر دو طرف ما شما x داشته باشیم دا یک طرف عددا در دیگر طرف اگر به این شکل ما شما داخل قوس پوشش عدد داده دا باشد او رو باید در کل قوس ضرب کنیم و بعد تبدیل به معادله میشه و میتونیم کار کنیم درست است پس شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما شما بود معادلات چی یک مجهوله درجه اول خب شاگرده عزیز و گرامی پس عنوان دوم هم ما و شما خواندیم معادله عمومی یک مچوله درجه یک و درجه اول اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 188 و 190 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 شاگرد عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل هشتم شاگردای عزیز و گرامی ماندنه باشین بخیر باشین وقت خوش خدا آفستان.